درود بر شما. ششم فروردین ماه 1395 خورشیدی و 25 مارس 2016 میلادی. به مناسبت 70 سالگشت ترور احمد کسروی به دست فداییان اسلام که دقیقاً 70 سال روز این ترور دو هفته پیش بود، امشب صفحه آخر رو اختصاص میدیم به این موضوع و آخر برنامه هم پرده آخر. اول بذارین یه قسمتی از دادنامه دادستانی سوئیس رو براتون بخونم درباره یکی از ترورهای دولتی این 30 سال اخیر که البته کمتر هم دربارش صحبت شده. سوئیس 4 اردیبهشت 1369 ساعت 11:56 صبح آقای داله به ژاندارمری شهرک کوپه اطلاع داد که در جاده تنه در مقابل منزل شماره 68 به طرف اتومبیلی تیراندازی شده است. بلافاصله تمام ماموران این پست ژاندارمری به محل حادثه شتافتند و ماشین داتسون قرمز رنگی را به شماره فلان مشاهده کردند که به ستون در منزل شماره 68 در جاده تنه خورده متوقف شده است. مردی غرق به خون روی صندلی راننده نشسته و جان داده است. وسایل مختلف اتومبیل و همچنین 10 پوک فشنگ روی جاده پخش شده بود. طرف راست ماشین مقتول طوری خراش برداشته بود که انگار ماشین دیگری از پهلو به جلوی آن پیچیده و راهش را قطع کرده بود. 2 خودرو، یکی گلف سیاه رنگ و یک خودرو بزرگتر، به شهادت همسایگان در این ترور دیده شده بودند. تحقیقات نشان داد که مقتول کاظم رجوی عضو شورای ملی مقاومت است. آقای رجوی از سال 1361 تا کنون به عنوان استاد مدعو در دانشگاه درس می‌داد. او به ویژه به کارهای سازمان ملل در زمینه حقوق بشر توجه داشت. نتیجه تحقیقات گسترده نشان می‌دهد که قاتلان عبارتند از محمد سعید رضوانی، گذرنامه خدمت ایرانی شماره فلان، صادر از تهران 9 آوریل 90، شماره بلیط هواپیما ستای آخرش 888. محسن پورشفی، گذرنامه خدمت ایرانی شماره فلان، صادر از تهران، شماره بلیط هواپیما ستایش آخرش 889. علیرضا بیانی، گذرنامه خدمت ایرانی شماره فلان، صادر از تهران 9 آوریل 90، شماره بلیط هواپیما ستای آخرش 890. یدالله صمدی، گذرنامه خدمت ایران به شماره فلان، صادر از تهران، به تاریخ 16 اکتبر 89، شماره بلیط هواپیما فلان با همون ردیف. در پرواز بعدی و مستقیم باز از تهران 1 هفته قبل از ترور، ناصر پور میرزایی، گذرنامه خدمت ایرانی شماره فلان، صادر از تهران 9 آوریل 90، شماره بلیط هواپیما 887. سعید دانش، گذرنامه خدمت ایرانی شماره فلان، صادر از تهران 9 آوریل 90، شماره بلیط هواپیما 891. ببینیم بلیطای این 6 نفر شماره های پیاپی دارن و گذرنامه های خدمت رضوانی، بیانی، پور میرزایی و دانش همه روز 9 آوریل 90، یعنی 20 فروردین 1369 در تهران صادر شده، یعنی درست 2 هفته قبل از ترور کاظم رجوی در ژنو، هومه ژنو. البته برنامه ریزی این کار مال فقط این 1 هفته نیست، حدود 1 سال قبلش بوده. برای مثال 11 بهمن 68، چند ماه قبلش، 6 نفر با همون پرواز مستقیم ایران ایر تهران ژنو به ژنو آمده بودند که گذرنامه خدمت ایرانی داشتن همشون و بلیتاشون شماره پیاپی داشت. به همین صورت، یعنی یک جا گرفتیم. ببینیم پاسپورت ها، گذرنامه ها یک جا صادر شده بود، شماره خدمت ها روشن بود که پشت همه پیاپی در تاریخ مشخصی و شماره بلیط هم دقیقاً پشت هم، یعنی این بلیط ها یک بار گرفته شده بود، مثلا 6 تا بلیط یا 7 تا بلیط یا 11 تا بلیط که حالا بعد میگم. مشخصات دقیقش هست، حالا من برای اینکه حوصله‌تون سر نره دیگه جزئیات رو نمیگم. بعد تمام این افرادی هم که اسم بردم و افراد دیگه ای که اسم خواهم برد، اینها هم همه با مشخصات دقیق رنگ مو، حالا اگه کلگیس نذاشته باشن، نمیدونم رنگ چشم، اگه لنز نذاشته باشن، قد، وزن، سن، آدرس دقیق در ایران، همه اینا هست. خب در هتلی که در ژنو 6 تا از این 13 تا تروریست بودن تو این 1 هفته قبل از ترور اقامت دارن، از 1.5 ماه قبلش یکی از اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو به اسم علیرضا مشتاقی یه چند روزی توی یکی از اتاق، توی همین هتل، توی یکی از اتاق سکونت داشت، اتاق گرفته بود، رفت و آمد داشت و اون موقع ایشون عضو هیئت نمایندگی ایران در ژنو بودن دیگه. اون موقع مثل موقع ترور رئیس هیئت نمایندگی ایران در ژنو آقای سیروس ناصری بوده.
دادستانی سوئیس نوشته است که محمد علی هادی نجف آبادی متولد 1948 سفیر دارای گذرنامه دیپلماتیک ایرانی به شماره فلان ساکن ابوظبی که از ابوظبی نیز آمده بود در روزهای منتهی به ترور در هتل اینترکانتیننتال ژنو اقامت داشت. این دیپلمات در مدت اقامتش در هتل اینترکانتیننتال تلفن‌های زیادی بین 31 فروردین 69 و 1 اردیبهشت 69 کرده بود. هر بار اول با تهران تماس می‌گرفت و اندکی بعد به هیئت نمایندگی ایران در ژنو یا مستقیماً به سیروس ناصری تلفن می‌زد. ما کاملاً یقین داریم که یک یا چند سرویس رسمی ایران مستقیماً در قتل آقای کاظم رجوی دخالت داشتند. ایشون سفیر در امارات بوده اون موقع‌ها که پامیشه میره ژنو و سازماندهی این قضیه. کی هست حالا این آقای محمد علی هادی نجف آبادی؟ ببینیم وقتی خمینی تو نفلوشاتوی پاریس بود، همراهش بود و به عنوان یکی از مترجمان عربی، مترجم اصلی عربی حرفای خمینی اونجا کار میکرد، بعد میشه نماینده دور اول و دوم مجلس شورای اسلامی، بعد سفیر ایران در عربستان میشه، بعد امارات و بعد از اون ماجرای ترور هم معاون کنسولی و پارلمانی کمال خرازی میشود، وزیر خارجه محمد خاتمی. هادی نجف آبادی یک نکته دیگر هم درباره‌اش هست که در جریان سفر مکفارلن مشاور رئیس جمهور آمریکا در سال 1365 به ایران همراه با حسن روحانی و فریدون وردی نژاد در مذاکرات پنهانی با مکفارلن شرکت داشت. باری سه تا از این تروریست ها بعد از عملیات ترور در سوئیس کمتر از 2 ساعت بعد از ترور با پرواز غیر مستقیم و احتمالا پرواز مستقیم تهران نبوده میرن وین و از وین برمیگردن تهران. بقیه هم به صورت گروه‌های دوتایی یا سه‌تایی همون روز با پروازهای مستقیم و غیر مستقیم برمیگردن ایران. نهایتا فهرستی رو میده دادستانی سوئیس به اینترپل پلیس بین‌الملل که به عنوان عاملان ترور کاظم رجوی دستگیر بشن: یدالله صمدی، ناصر پور میرزایی، محسن پور شفیعی، محمود سجادیان، سعید دانش، علیرضا بیانی همدانی، محمد سعید رضوانی، علی هادوی، سعید همتی، علی مصلحی عراقی. البته نه کسی دستگیر میشه نه خبری میشه، فقط چند تا اینا کارهای دولتی میکردن، همین الان هم میکنن و یکی دوتشون هم در تیم بازجویان اون به اصطلاح متهمان قتل‌های زنجیره‌ای که در دوره خاتمی افتادن زندان در تیم اون بازجوها بودن. به هر حال این تیم تروریست‌ها 13 نفره که با رئیس هیئت نمایندگی ایران در ژنو تماس داشتن با آقای سیروس ناصری و همشون با گذرنامه دیپلماتیک و گذرنامه خدمت و پرواز مستقیم از تهران به ژنو رفته بودن، کلی گفتم الان کجان بخواییم دونه دونه بگیم. انصافا داشتم فکر میکردم وقتی که من تنظیم میکردم این برنامه رو که چه فرقی میکنه بدونیم اینا کجا. نظام وقتی عملیات تروریستی سازمان میده و اجرا میکنه یعنی چی؟ یعنی نظام تروریست پروره. یکی دوتا عملیات که نیست. فهرست عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در خارج و داخل کشور که نگاه میکنیم میبینیم که چه تعداد انبوهی مزدور تروریست به اسم سربازان گمنام امام زمان و دیپلمات و غیره تو همین نظام تولید میشن میفتن تو چرخه کار. بذارین برگردیم به عقب به ریشه ها، دوره‌ای که تروریسم اسلامی ایدئولوژی حکومت اسلامی رو فدایان اسلام مطرح کردن. شب در روزنامه خواندیم، شب جمعه بود، فردا سر قبر مسعود توی این قبرستان زهیر دوله که در شمران نزدیک دربند هست سر قبر مسعود آقای دکتر فاطمی سخنرانی میکنه. من و آقای گلدوستنامی که فوت کرده از در گذاشتیم جیبمون پشت اومدیم تو عرضم خدمت شما سر قبر زهیر دوله. نیکپور ناینی بود صاحب بانک پارس، بغل دکتر فاطمی ایستاده بود. بین من و دکتر فاطمی یک قبر فاصله بود. دکتر فاطمی ما صحبت کنه، من اسلحه رو کشیدم، معاشرت تکان دادم، صدا بلند شد، شلوغ شد، من اسلحه رو انداختم روی قبر. یه شخصی بود به نام عباس گودرزی، جگرفروش بود، تو تجریش اومد اون رو ورداره گفتن سرش، من دمونه میزنن، فریاد کشتم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، من زدم جمعیت ریخت، من زدن و پاسمان رو ریختن من از دست جمعیت،
بیرون آوردن، توی یک ماشین سواری آوردنم توی کلانتری شمران بیارن، دیدن شلوغه، من آوردن شهرمانی. خب ببینین، این صحبت مال پارسال بود که دیدین و شنیدین که آقای عبدالخدایی دبیر کل جمعیت فدایان اسلام امروز در ایران افتخار میکنه به اینکه دکتر فاطمی وزیر کابینه مصدق رو ترور کرده. حسین فاطمی البته میفته بیمارستان و ترور نافرجام میمونه. عبدالخدایی تو همین مصاحبه میگه که اگر دوباره برگردم به اون زمان حسین فاطمی رو ترور میکنم. بازم ایشون یه خود بزرگتر میشه و الان باز افتخار میکنه که به عنوان عضو شورای مرکزی فدایان اسلام، اون موقع که بعد بزرگتر که میشه عضو شورای مرکزی فدایان اسلام، اسلحه تهیه کرده واسه ترور نخست وزیر وقت. نرفتم من تو جلسه شرکت کردم که تصمیم گرفتن حسین علا رو بزنن. آه خب، که میخواست بره عاقد پیمان نظامی بغداد بشه. من مظفر را انداختم، من رفتم پیش مادر نباشه، اسلحه کلت گرفتم آوردم به مرحوم شهید صدر حسین واحدی دادم که اگر در تهران نشد کاری بکنیم در اهوازشون کاری بکنه. علا ترور میشه در 25 آذر 1334 که البته نافرجام ترور، با فدایان اسلام هاشمی رفسنجانی که دست کم در یک مورد ترور نخست وزیر دیگه یعنی حسن علی منصور اسلحه ترور رو تهیه کرده بود ارتباط داشت. رئیس ستاد نماز جمعه تهران گفت مرحوم عسکرولادی که به تعبیر مقام معظم رهبری عمر با برکت خود را یک سره در خدمت اسلام و برپایی و استقرار نظام اسلامی سپری کرد، در یکی از نماز جمعه های تهران با اشاره به واقعه ترور انقلابی حسن علی منصور گفت اسلحه‌ای که در روز اول بهمن 43 حسن علی منصور توسط آن ترور شد را آقای هاشمی رفسنجانی تهیه کرده بود. من چمدان حاوی اسلحه و نارنجک را به امانت از شهید امانی و شهید عراقی گرفتم و به منزل خواهرم فرستادم. اینا که صحبت میشه شهید عراقی فلان، اینا همه اطرافیان خمینی بودن که میدانید دیگه. ببینین اینا نشون میده که ترور و کشتن هر که در عقیده با ما نیست از اول روش و منش آقایون بوده تا اینا میرسن به قدرت. امام همون حرفا رو میزد. امام فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، نواب صفوی میگه اجرای احکام اسلام مو به مو. خب نواب صفوی چجوری مشهور میشه؟ با تشکیل فدایان اسلام و ترور چند نخست وزیر و دکتر فاطمی و احمد کسروی. کسروی که خودش اول آخوند بود و بعد ابا عمامه رو کنار گذاشت. البته داستان مجزایی در فرصت شد درباره صحبت میکنیم که اجباراً در واقع کنار گذاشت، نه اختیاری، اتفاقایی افتاد. از جمله کتابایی که نوشته بود، کتابی بود به اسم شیعیگری بخوانید و داوری کنید. تو این کتاب تشیع رو ساخت پرداخته آخوندا میدونه و آخوند رو به عنوان مردم فریب و مفتخار و این صفات توصیف میکنه. روح الله خمینی که هنوز البته آیت الله نشده بود در اردیبهشت 1323 بیانیه میده خطاب به مردم و روحانیون. یکیش رو براتون میخونم. اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزگرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطل خود کنند. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب آن همه جسارت ها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد، امروز چه عذری در محکمه خدا دارید؟ این چه ضعف و بیچارگی است که شماها را فرا گرفته؟ تبریزی بی سر و پا که خب روشن است که احمد کسروی تبریزی بود در سخن آقای خمینی. سید مجتبی نواب صفوی، یه تیکه میخوام بخونم، باز فکر نکنین این مال مثلا دولت فلان است، این دولت اعتدال و اصلاح طلب و فلان، این مال اسفند 92 از ایسنا، یعنی
خبرگزاری نیمه دولتی یا دولتی ایسنا. سید مشتبه نواب صفوی رهبر فدایان اسلام از نجف برای مناظره و بحث به تهران آمد و در جلسات کسروی شرکت کرد و با او به بحث نشست. کسروی به دلیل اخلاق تند و غرورش به تحقیر نواب صفوی پرداخت و از بحث با او امتناع کرد. بار دیگر نواب در مسیر منزل کسروی با وی به بحث و مجادله پرداخت. کسروی با تندخویی و درشتگویی سید و دوستانش را راند. نواب با کسروی گلاویز شد اما ماموران حکومت کسروی را نجات دادند. شکایت نواب به دادگستری رفت. کسروی را به دادگاه کشاندند اما دادگستری نهایتاً توجهی به اعتراضات و شکایات شاکیان نکرد، بلکه به نوعی نیز دفاع از کسروی را در پیش گرفت. تنها راه حل برای شاکیان اجرای حدودی بود که با فتوای مراجع تقلید نجف اشرف مسلم شده بود که سرانجام یکی از اعضای فعال معتقد فدایان اسلام در 20 اسفند 1324 کسروی را در کاخ دادگستری تهران ترور کرد. یکی کتاب نوشته و تو خونه جلسه میذاره و سخنرانی میکنه. عرض کردم این مال خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا بود، اسفند 92. یکی کتاب نوشته، تو خونه جلسه میذاره، سخنرانی میکنه، حاضر به مناظره با شما هم نیست. خب چرا نمیرین شما هم حرفاتونو بنویسین، کتاب چاپ کنین، این ور اونورم سخنرانی کنین، افکار و نظراتتونو نشر کنین؟ ببینین این چیز ساده ای که یه خورده ذهن در جامعه مدنی رشد کرده باشه، تروریست اصلا نمیفهمتش. حق فقط با خودشه، هیچ کی دیگه حق نداره. یک سال بعد در 29 فروردین 1324، یک سال بعد از اون چیزی که خمینی نوشته بود، در 29 فروردین 1324 نواب صفوی و همدستش خورشیدی به کسروی حمله میکنن تو میدون عشمت دوله تهران. زاربان از چاقو و اسلحه استفاده کرده بودند که با اعانه آیت الله حاج شیخ محمد حسن طالقانی امام مسجد سیف الدوله تهران خریداری شده بود. کسروی به شدت زخمی شد و به بیمارستان منتقل شد. زاربان او برای مدت کوتاهی بازداشت شدند و با وثیقه‌ای که تاجران ثروتمند بازار تأمین کرده بودند آزاد شدند. خب ببینین، این زمانی است که حمله میکنه تو خیابون. دوباره 11 و بعد در 20 اسفند 1324، من تاریخ قبلی رو گفتم، اون تقریبا همزمان بود با اون اعلامیه خمینی، یعنی یه خورده بعد از اون بود، ولی 11 ماه بعد از اون حمله اولی که تو عشمت دوله میکنه به کسروی نواب صفوی، بعد گروه فدایان اسلام درست میکنه و به رهبری برادران امامی به جلسه دادگاه وارد میشن. اینها تو اتاق بازپرس کسروی و منشیش رو تو کاخ دادگستری با ضربات چاقو سلاخی میکنن. برادران امامی که عاملان اون ترور بودن و چند تا دیگه که تو این حمله و ترور بودن دستگیر میشن. یه عده مراجع به دولت تلگراف میزنن که اینا رو آزاد کنین. یه نامه دست جمعی هم نوشتن جامعه روحانیون فارس که فدایان اسلام و قاتلان کسروی رو مجاهدین فی سبیل الله معرفی کردن تو این نامه و گفتن اینا رو آزاد کنید تا ثواب اقدام الهی اینان در قیامت شامل حال شما بشه. ببینین همین روش و منش رو خمینی داره، چه زمانی که فتوای قتل سلمان رشدی رو میده به خاطر اینکه یک کتاب قصه نوشته، چه اون موقعی که به خلخالی دستور میده که دیوانوار آدم بکشه، بعد یه سال و نیم دو سال بعد از اون آدم کشی های خلخالی خمینی میاد در حمایت از روش خلخالی صحبت میکنه. ما نمیتونیم تحمل کنیم این مطلبی را که آقایان میخوان با اون مغزهایی که در اروپا تربیت شده است درست بکنه. ما میخوام اسلام را ترسیز بکنیم. اینها از یکی از اینا آمده بود گیریه میکرد که چرا بعضی از اینا را میکشن، نه این آخری ها را، نه که آقای خلخالی مثلا میکشن. اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله. ببینین اینها در عرف جامعه متمدن یا جامعه امروزی یعنی نسل کشی، میبینین دیگه، یعنی ایجاد وحشت در جامعه، یعنی تروریسم. همین روش و منشه که سال 67 که زندان ها پره،
خمینی با یه نامه حکم کشتار میده به جای هر دادگاه و رسیدگی به پرونده و دادخواهی و هر مفهومی که در دنیای امروز با دادگاه و قانون و وکیل و متهم سر و کار داره. هر کس در هر مورد بر سر موضع نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. با یه نامه حکم اعدام هزاران نفر صادر و اجرا میشه. حقوق جزا کشکه، دستگاه قضایی کشکه، دست خط رهبر فدایان اسلام یا حالا رهبر نظام مقدس جای همه دادگاه ها و دادسراها رو میگیره. پشت در روی بستم که دیگه جای خود داره. 37 سال نوبت رهبری خامنه ای که میشه، رهبر معظم انقلاب میاد با صراحت میگه که چقدر تأثیر گرفته از فدایان اسلام. در دوره جوانی من خیلی رو من اثر گذاشت. در درجه اول مرحوم نواب صفوی بود. من 15 سالم بود. به شدت تحت تأثیر شخصیت او قرار گرفتم. خب در خدمت آقای محمد امینی هستیم، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. آقای امینی درود بر شما، خوش آمدید به امشب صفحه آخر. ببینید، درود بر شما و بینندگان ارجمند و به ویژه با سپاس از این پیش درآمد بسیار ارزشمندی که با مردم در میان گذاشتید. درود بر شما. آقای امینی، این تأثیر پذیری از نواب، یعنی حذف کردن مخالف عقیده من مسلمان، حالا شیعه یا سنی هرچ، از 70 سال پیش در ایران با کشتن کسروی شروع شد و خب قاتلان کسروی که امروز سر کارن، این منش و روش تروریستی در تاریخ معاصر ایران از کجا ناشی میشه؟ ببینید، تروریسم ریشه و پیشینه تاریخی داره، ولی تروریسم سیاسی در دوران مشروطه هم وجود داشته. انجمن، یعنی گروه های مجازات، انجمن هایی که برای کشتن مخالفان گروه به وجود می آوردن بوده. اما این نخستین بار در تاریخ ایران هست که در دوران مدرن، در دوران پس از اینکه ارزش‌های مدرن به جامعه ایران رسید، که یک نویسنده، یک قاضی، یک پژوهشگر تاریخ رو در کاخ دادگستری به بهانه برگشتن از دین کشتند. این در گذشته پیشینه نداشته و اصلا در دوران حتی زمانی که بزرگان نجف علیه تقی‌زاده برخواسته بودند و اون تلگراف بسیار شرم‌آور رو به مجلس فرستاده بودند که تقی‌زاده را از مجلس بیرون کنند، هیچگاه درباره کشتن و سخن نمی گفتند. ولی نخستین بار است که گروهی اوباش، بی سواد، شما گفتید در آغاز کار که اینها می‌خواستند درگیر بشن از نظر نظری، گفتگویی با کسروی، و کسروی، یعنی نقل کردید، کسروی کناره می جز، کسروی شیفته درگیری نظری بود و اینها توانش رو نداشتن. یک آدم بی سواده که شاید 4 ماه بیشتر درس حوزه نخوانده بوده، اون هم در یکی از مسجدهای تهران، و آدم بی دانشی بوده، عربی هم بلد نبوده آنچنان. این رو خود آقای عراقی هم میگوید که عربی بلد نبود، یه چیزی رو سرهم میکرد. این رو تصور کنید که کسروی از گفتگو و درگیری با اونها پرهیز داشته. خیر، اونها توان درگیری با کسروی دانشمند حافظ قرآن رو نداشتند و این است که به کمر به کشتن او بستند. و به راستی ناجوان مردانه، بدور از انسانیت، بدور از اخلاق، بدور از جامعه مدنی، بدور از ارزش‌های حقوقی، همه چیز، نخست کوشش کردند که او رو در خیابان بکشند. البته این دروغ است که با او گلاویز شدند، 2 تیر به پشت او زدند در همون 29 فروردینی که اشاره کردید، برخی میگویند اول اردیبهشت، ولی به هر روی موفق نشدند و سرانجام هم گروه فدایان اسلام رو درست کردند و آغاز به ترور کردند. فراموش نکنیم که در زندگی نامه آقای منتظری آمده که آقای بروجردی به دلیل اینکه گمان میکرد، و درست هم گمان میکرد، که آقای خمینی هواداری میکنه از فدایان اسلام، عملا کلاس های درس ایشان رو تعطیل کرد. آیت الله حسین بروجردی رو میفرمایید؟ بله بله، آقای بروجردی معروف، مرجع تقلید در اون هنگام. بله بله. اصلا آقای منتظری میگوید که ما در یک موردی برای دیدن ایشان رفتیم، برای تبریک عید،
رفتیم به منزل ایشان، در بیرون نشستیم، دو ساعت بودیم و ایشان حاضر به دیدن ما نشدن و ما فهمیدیم که ایشان حاضر نیستن آقای خمینی رو ببینن. خمینی در اون هنگام از هواداران اندیشه های تندروی فدایان اسلام بوده. اون نامه ای هم که در اعلامیه که در بیانیه که در آغاز خواندی به مردم نیست، این پرخاش به جامعه روحانیت شیعه است که چرا ساکت نشسته اید، چرا جواب این تبریزی بی سر و پا رو نمی دهید. و جواب این تبریزی رو هم دادن با جنایتی که در کاخ دادگستری انجام شد. این سنت کشتن کسانی که با اندیشه دینی چیره یا اندیشه دینی کسانی همسو نیستن پیشینه بسیار درازی در دنیای اسلامی دارد. و اگر نگاه کنید امروز هم این جنگ داعش و شیعه در عراق و سوریه و دیگر جاها جزی نیست. اونها کسانی رو میکشند که بر این باور هستند که اینها از دین یا از دین برگشته هستند یا کافر هستند یا قابل اصلاح نیستند. همان نکته‌ای که آقای خمینی در مورد کشتن 700 یهودی در دوران زندگی پیامبر اسلام به دست علی ابن ابی طالب اشاره کرد. یعنی اینها میگویند که کشتن انسانها هیچ گرفتاری درش نیست، میتوان انسانها رو به دلیل باورهایشون کشت. و این جنایت که با کشتن کسروی آغاز شد، اگر در واکنش با واکنش جامعه مدنی روبرو می بود چه بسا گسترده نمی شد. ببینید بذارین درباره واکنش جامعه به این موضوع چند سوال هست که من فکر میکردم بارها جست گریخته درباره کسروی، درباره فدایان اسلام، درباره نواب صفوی برنامه‌هایی داشتیم، ولی چند سوالی که مطرح نشده در اون برنامه‌ها که یکیش همین، اجازه بدین به جای خودش بتونیم متمرکز درباره صحبت کنیم. قبل از اون بفرمایید که اولا فدایان اسلام رو حالا دارین صحبت شو میکنین، فدایان اسلام رو کیا تشکیل داده بودن، از چه آدمایی تشکیل شده بود؟ چون مثلا عکسی هست از ترور کننده حسین اعلان و خصوص وزیر وقت اون موقع که خیلی آدم و یاد اون دار و دسته های لات های حالا عکسش داریم نشون میدیم که بینندگان هم ببینن، اینا مثلا اصلا بهشون نمیاد که حتی روحانی باشن و ادعای میدونین ترویج اسلام و این داستان ها که حالا معروف شده است به اسلام رحمانی و این چیزها رو داشته باشن. بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید در پیدایش فدایان اسلام دو گروه درگیر بودند. یک دسته طلبه جوان رادیکال که نواب صفوی، که البته اسم ایشون میرلوهی بود و رفت و نجف و برگشت و اسمش رو دگرگون کرد، نام مادرش رو، نام خانوادگی مادری رو پذیرفت، همراه با برادران واحدی که طلاب بسیار جوانی بودند، 20 و اندی سال بیشتر نداشتند، ولی در کنار اینها لات و لوت ها بودند. این رو عراقی در کتاب ناگفته ها، در یادداشت هایی که گفته های و گفتگوهای او در پاریس است، هنگامی که در پاریس پیرامون آقای خمینی نشسته بود و دانشجویان مسلمان با او گفتگو داشتند، اینها رو مطرح کرده که وقتی که آقای نواب صفوی پس از کوشش برای کشتن کسروی از زندان کوتاهی که در اون بود بیرون آمد، به فکر این افتاد که لات‌های محله‌ها رو جمع کنه و چاقوکشان رو به این گروه علاقمند کنه. و اینها بنیاد فدایان اسلام بوده، دی لومپن‌های تهران، لات‌های تهران و قم بودند و گروهی از طلاب جوان رادیکال که اینها گمان می‌کردند که جز از راه کشتن کار دیگری نمی‌توانند بکنند. افسون بر این، اسنادی امروز در دست ماست که من در این کتاب، در بازچاپ کتاب فدایان اسلامی رو نشان خواهم داد، که سید ضیاءالدین طباطبایی هنگامی که به ایران آمد از این پروژه ایجاد فدایان اسلام پشتیبانی کرد. و اسناد زیادی امروز در دست ماست که نواب صفوی و واحدی با سید ضیاءالدین طباطبایی پیوند و ارتباط داشتند، یعنی در واقع در میتوان گفت با بریتانیا، با انگلستان. این رو خود آقای عراقی به عنوان دلیل استعفاش در سالهای پس از اون از فدایان اسلام مطرح کرده، انگامی در زندان بوده، میگوید خبر به ما رسید که یکی از بزرگترین رهبران، البته منظورش واحدی است، با آقای ضیاءالدین طباطبایی رفت و آمد داره. با برخی از بازرگان هایی که پول دادن برای آزادی
کشندگان کسروی، از پشتیبانان سید ضیاءالدین طباطبایی و اعضای حزب او بودند. این پیوند میان سید ضیاء و فدایان اسلام مانند پیوندهایی است که اسناد تاریخی زیادی درباره اون وجود دارد که اخوان المسلمین در آغاز در هنگامی که در برابر ناصر قرار گرفتند با پشتیبانی انگلیس برخوردار بودند. این رو از این جهت میگویم، من طرفدار تئوری توطئه نیستم که بریتانیا یکی از با استعدادترین و هوشیارترین دولت‌ها در تاریخ دنیا برای بهره‌گیری از گرفتاری‌ها و درگیری‌های مذهبی بوده و چه در دنیای اهل سنت و چه در دنیای شیعی از این گرفتاری‌ها و درگیری‌های مذهبی بهره جسته. برمیگردد به دوران ملا باقر شفتی، برمیگردد به دوران آقا نجفی و خیلی کارهای دیگری. آقای امینی، این اسامی که میفرمایید و ناگزیر باید یک توضیح یکی دو جمله‌ای بدین. مثلا نقش تاریخی سید ضیاء رو یکی دو جمله بفرمایید که بینندگانی که احیانا سید ضیاء رو نمیشناسن براشون روشن بشه اشاره‌ای که خب سید ضیاء با پشتیبانی آشکار دولت بریتانیا کودتای 1299 رو سازمان داد و پس از اون هم در پناه دولت بریتانیا زندگی میکرد و رفت به فلسطین در دورانی که اصلا به اون میگفتن فلسطین و فلسطینی بود که زیر مسئولیت دولت بریتانیا بود و ما اسنادی امروز در دست داریم که پیش از اشغال ایران توسط متفقین یکی از کارشناسان برجسته نظامی بریتانیا، نظامی سیاسی بریتانیا با سید ضیاء دیدار کرده و او پیشنهاد نخست وزیری ایران رو کرده که او گفته صلاح نیست. ولی سید ضیاء در سال 1322 به ایران بازگشت و هنوز پاش به خاک ایران به طور جدی نرسیده بود، در کرمانشاه بود که انتخاب شد از یزد به عنوان نماینده مجلس و معروف است به عنوان چهره بریتانیایی در تاریخ ایران. شفتی آخوند برجسته دوران قاجار بود که به دست خودش حد شرعی میزد، بسیار بسیار ثروتمند بود و کسی است که فتوا داده بود چون محمد شاه قاجار میخواست برود در جنگ هرات و هرات رو پس بگیرد یا جلوگیری کند از اینکه بریتانیا هرات رو بگیرد، فتوا داده بود که دادن مالیات به پادشاه ایران حرام است و این رو پس از دیدار دو کارمند بلند پایه سیاسی بریتانیا که به دست ایشان مسلمان و ختنه شدن البته انجام داده بود. و آقا نجفی و دیگران اینها از دیرباز با دولت بریتانیا ارتباطهای غیر رسمی داشتند و دولت بریتانیا برخلاف بسیاری از دولت‌های دیگر می‌دانست که چگونه باید از دین برای گسترش منافع خودش بهره بگیره. خب بذارید برگردیم آقای امینی به مشخصاً موضوع احمد کسروی. اگر بخوایم معرفی اجمالی از احمد کسروی به دست بدهیم که خب بعد طبیعتاً دشمنی آخوندان با او روشن می‌شود، چه می‌گیم؟ ببخشید صدای شما قطع شد. عرض کردم معرفی اجمالی احمد کسروی. ببینید کسروی چهار انسان در یک انسان است. یعنی هر یک از این چهار انسان یک نابغه به شما می‌آید. کسروی کسی است که چهار شخصیت رو در مرز نبوغ با خودش داره. نخستین شخصیت کسروی تاریخ پژوه و تاریخ شناس است. کارهای او در زمینه پژوهش‌های تاریخی به راستی میتوان گفت در دوران مدرن بی‌نظیر است. تاریخ مشروطه ایران، تاریخ 18 ساله آذربایجان، شهریاران گمنام، تاریخ خوزستان و تاریخ 500 ساله خوزستان، نام شهرها و دیهای ایران و بسیاری کارهای دیگری که در زمینه پرچم و قلیان و چوپاگ و خیلی کارهای دیگری که انجام داده است، از نقطه نظر تاریخی به راستی میتوان گفت که بی‌نظیر بوده و بی‌مانند بوده. دیگری کسروی زبانشناس است، کسی که به زبانهای گوناگونی آشنایی داشته، شیفته شناختن زبانها در ایران و نیم زبانها در ایران بوده و اینها رو یاد گرفته و زبانهای غیر ایرانی رو یاد گرفته و از راه اینها کوشش کرده که به پالایش زبان فارسی امروزی ما بپردازد که در این زمینه هم بسیار توانا بوده. کسروی قاضی عدلیه اون زمان
وکیل دادگستری، کسی که یکی از پاکدامن‌ترین قاضیان دادگستری به شمار می اومده و هیچ کس نتوانسته در مورد پاکدامنی و ذره سند و مدرکی پیدا بکند که نشان بدهد که کسروی جز اجرای قانون و وفاداری به حقوق انسان‌ها کاری در دوران عدلیه خودش در 10 سالی که در دادگستری بوده و سپس در کار حقوقی خودش در زمینه وکالت دادگستری انجام داده باشد. چهارمین شخصیت کسروی، کسروی رفرماسیون جو یا کسروی سوداگر اصلاح اجتماعی است، کسی است که به دنبال یک دگرگونی اجتماعی می‌گردد و این در اندیشه کسروی از حدود سال 1310-11 آغاز شده که نخست می‌کوشد خرافات رو از اسلام برداره و نقد به خرافات می‌کند، رفته رفته به نقد به شیعه‌گری می‌پردازد و سرانجام شاید یکی از نخستین کسانی در میان نخبگان و روشنفکران ایرانی باشد که یک ایده تازه‌ای رو مطرح می‌کند به این عنوان که تا آن زمان در میان نخبگان ایرانی باور بر این بوده که دلیل واپسماندگی ما ایرانیان دخالت خارجی ها و دولت های بیگانه است. کسروی میگوید که چنین نیست. عامل اصلی و دلیل برجسته واپسماندگی ما ایرانیان فرهنگ ماست. گرایش های نادرست فرهنگی در میان ماست که به آن میپردازد و در این راه است که جان خودش را از دست میدهد و شوربختا که در این راه گاه به گزافه میرود، از جمله با بزرگان فرهنگ ایران در میافتد، کتاب سوزان به راه میاندازد. باور او این بوده است که شریعت و طریقت دو ستون برجسته گرفتاری های تاریخی ما بودند. خب ببینید آخه فقط نمیدونم شریعت و طریقت، به هر حال ما اگر نخواهیم وارد جزئیات در این فرصت نخواهیم وارد جزئیات نظر یا نقد نظر احمد کسروی بشیم، یک نکته است در این که دانشمند مهمی بوده از کسروی، من فکر نمی کنم دشمنان و دوستان شکی داشته باشن. بله. و انبوه کارهایی که کرده با توجه به فقر مالی که در جوانی داشته، در نوجوانی و جوانی داشته و تمام تلاش هایی که کرده، به هر حال اینا به زندگی نامه خصوصیش مربوط میشه که جای صحبتش جای دیگه است و باید فیلم ساخته بشه خلاصه دربارش مفصل. ولی جدا از اینها ببینید یک سوالی هم همیشه ذهن من درگیر کرده درباره احمد کسروی که طبیعتاً همونطور که ما ایرانیا بت می‌سازیم همونطور ما ایرانیا بت شکنی می‌کنیم، یعنی هیچ کدومش منطقی در کار نیست خلاصه، مگر اینکه خود باریک بشیم روی قضايا. از جمله همین نکته‌ای که شما در آخر اشاره فرمودید درباره کسروی، ببینید میاد علیه شیعه‌گری، بهائی‌گری و صوفی‌گری کتاب می‌نویسه و مبارزه می‌کنه با اینا و بعد به ویژه درباره خدا باوری خیلی تاکید میکنه که باید خدا باور بود و اینایی که میگن خدا نیست و فلان و اینها، بنابراین یعنی میگه مبارزه ما باید مبارزه علیه آتئیسم باشه فلان باشه از این صحبت. بعد کتاب سوزان هر ساله اول دی ماهش با دوروریاش و نگاه ویژه‌ای که مثلا به حافظ داره، به شعر به طور کلی و بعد مشخصا حافظ چون خب خیلی طرفدار داره که خب طبیعتاً تعقل خردورزی رو خیلی بهش باها میده و از اینجا هم به هنر شعر و بعد این یک طرف، یک طرف بحث کردم کتاب سوزان و ببینید میخوام بگم که آیا از همون جای حرکت نمیکنه احمد کسروی در این روش که مسلمان متعصبی که احمد کسروی رو میکشه حرکت میکنه؟ فکر نمی کنم تنها این بوده. البته صدای شما قطع و وصل میشه، امیدوارم که صدای من هم همین گرفتاری رو نداشته باشه که به بینندگان گرامی. یا صدای شما خوبه، بفرمایید. بله. ببینید کسروی مانند هر مصلح اجتماعی به افراد هم میره، طبیعی است، یعنی انسانی است که بر پا میخیزه، به پا میخیزه برای نقد به یک رشته ارزش‌های ماندگار چند صد ساله در جامعه ما و دست می‌بره و نقد می‌کنه به قول‌های بزرگ فرهنگ ایران، مولانا، سعدی، حافظ. خب اینا شوخی نیست و در این زمینه می‌توان گفت که کار رو به گزافه می‌بره، کار رو به افراط می‌بره. اما نقطه حرکت او
در این است که ما با یک رشته گرفتاری‌های فرهنگی و ارزشی روبرو هستیم و درست هم هست. و این نکته ای است که من جدا بر اون باور دارم که گرفتاری تاریخی جامعه ما از گرفتاری‌های فرهنگی ما برمی‌خیزد، نه از گرفتاری‌های سیاسی ما. و کسروی بر این باور بوده و به همین دلیل به هیچ یک از احزاب سیاسی دوران خودش نمی‌پیونده، چون کمر به پالایش اندیشه بسته بوده. گرفتاری در این است که دیرم که کسروی در زمینه‌های حتی تند رفته باشه. آیا جزای او پاسخ به او مرگ است؟ آیا به دلیل اینکه به این قول‌های بزرگ فرهنگ و تاریخ ما پرداخته یا به امام ناپیدا پرداخته و نشان داده که اینها یک دروغی بیش نیست، یا برگشته و نشان داده که فقه شیعی ساخته و پرداخته آخوندها برای زندگی خودشان است و ماندگاری خودشان است، آیا اینها جزای او پاسخ به او مرگ است؟ این است که ما با این گرفتاری هنوز هم روبرو هستیم. و اهمیت کسروی در این بوده که به راستی باید به تنهایی و بدون یک گروه سیاسی نیرومند به اینها پرداخته و جان خودش رو هم در این راستا از دست داده. و کشندگان او کشندگان باورمند جدی دینی نبودند. بسیاری از اونها آدمهایی بودند که شاید نماز خواندن درست رو هم نمیدانستند. ما آشنا هستیم با نامهای اینها، آدمهای دونپایه، و برخی از اونها میدانی بودند، هستند لاتهای میدانی به پیرامون آقای نواب صفوی جمع شدند و آدمهایی نبودند که جدا باورهای دینی داشته باشند. حالا اونایی هم که باورهای دینی دارن در روش مگه در جمهوری اسلامی ایران حضور ندارن؟ همونها اومدن سر کار باورهای دینی هم دارن. کاملا این روش ها رو ببینید، اینها رو پذیرفتن. بله این روش ها رو پذیرفتن در اون دوران. از دین داشتن یا نداشتن حرکت اگر بخوایم در دنیای امروز بکنیم، ممکنه جسارتا عرض میکنم به بیراهه بریم، چون با مفاهیم امروز صحبت میکنیم با تروریسم معنی مشخصی داره. من به عنوان یک پژوهشگری رو مطرح میکنم، ولی نتیجه گیری شما کاملا درست است. در اون دوران از جمله همین فدایان اسلام درس آقای بروجردی رو به هم ریختند، یعنی تا این اندازه شورشگر بودند. و این شورشگری به تدریج تبدیل شد به یک جریان چیره و انقلاب اسلامی رو پدیدار کرد. و کاملا درست میگویید، اندیشه‌ای که در یک زمانی اندیشه اقلیتی بوده، امروز در جامعه ما به اندیشه چیره بر جامعه تبدیل شده و تئوری و نظریه حکومتی است. ولی باید این رو از نظر تاریخی واقعا به اون پرداخت. کاملا درست میگویید. عذر میخوام وسط صحبتتون. ببینید، شما اشاره فرمودید به این که بدون هیچ سازمان و تشکیلاتی چون این اندیشه‌هایی رو سعی میکرد که رواج بده و تبلیغ بکنه، نشر بده احمد کسروی. یعنی چی؟ یعنی یک نابهنگام در واقع فرهنگی، تاریخی، ادبی بود احمد کسروی. من میخوام اینو وصل بکنم به آن صحبتی که شما در توضیح نخستتون فرمودین، من گفتم بذارین مستقل درباره صحبت بکنیم. یعنی اینکه حملاتی که به احمد کسروی میشد و به نوشته هاش میشد، چقدر ازش حمایت شد از طرف روشنفکرای اون زمان، ادیبان اون زمان، حتی یه عده دولت مردان اون زمان. بذارین من از یکی بذارین تمام اینا رو که توضیح میخواین بفرمایید فرصت داریم، من یکی دو تا از پیام‌های فیسبوک صفحه آخر خدمتتون بخونم. نوشتن اینکه قاتلان کسروی آزاد شدند و بعدها در ترور دکتر فاطمی و تیمسار رزمارا نقش داشتند، نشان از ارتباط دربار با گروه فدایان اسلام دارد. ولی چگونه بود که حتی دکتر مصدق و فراکسیون ملی در آن زمان این حرکت را محکوم نکرد؟ آیا سندی در حمایت دکتر مصدق از نواب و طرز فکر گروه فدایان اسلام هست؟ یکی دیگه از حسین امامی که بادیگارد مصدق بود، به واسطه همون که عکسش رو نشون دادیم، به واسطه که علا رو ترور کرد، به واسطه آشنایی با مصدق آزاد شد. اما جناب مصدق وقتی نخست وزیر شد، نواب خورشیدی و سایر قاتلین و سوء قصد کنندگان به کسروی را یک جا و به صورت فله‌ای آزاد کرد، همون گونه که خلیل طهماسبی را آزاد کرد و برایش حقوق مقرری تعیین کرد و قهرمان ملی نامید. در مورد رابطه مصدق با کاشانی و نواب هم که همه چیز مشخص و عیان است. ببینید دو سویه داره این قضیه در واقع. یک سویه در پیوند با حکومت، با هم دربار، هم مشخصا شخص دکتر مصدق و هم قسمت مدنیش، یعنی روزنامه‌نگارا و
روشنفکران آن زمان. خواهش می‌کنم جدا جدا بهش بپردازیم. از جنبه‌های آسان مسئله شروع کنیم. این کسی که این پرسش رو مطرح کرده یا نظر داده که مصدق فدایان اسلام آزاد کرد، یک دروغ بزرگ است. فدایان اسلام، نواب صفوی آزاد بود در تمام دوران رزمارا، در تمام دوران پیش از زمامداری دکتر مصدق ایشان آزاد بود، در حالی که آقای نواب صفوی از 27 ماه زمامداری مصدق 20 ماه رو در زندان مصدق گذراند. بنابراین این دروغ‌های تاریخی رو که میگویند و روان میکنند، برگردید به نوشته‌های خود نواب صفوی از زندان که چنین مسائلی رو مطرح میکند. واقعیت این است که حکمی رو که برای دستگیری نواب به دلیل کاری که در شمال ایران در مازندران کرده بود پیش از دوران زمامداری زنده یاد مصدق، شهربانی مصدق اجرا کرد و ایشون رو دستگیر و زندانی کردن. و بنابراین دروغ بزرگی رو مطرح میکنن. ماجرای خلیل طهماسبی هم مجلس ایران شرم‌آور به این مسئله رأی داد و مصدق با اون مخالفت کرد، حتی حاضر نشد که خلیل طهماسبی رو دیدار کنه. اینها اسنادی است که خوشبختانه در دست ماست. اما برگردیم به تاریخ. تاریخ گواه این است که جامعه روشنفکری، جامعه مدنی، جامعه نخبگان ایرانی در برابر نخستین کوشش برای کشتن کسروی کاملا ساکت نشست. آیا امینی، قبل از اینکه وارد بخش نخبگان بشین، سوال مشخص این است. آیا دکتر مصدق ترور کسروی رو محکوم کرد یا نکرد؟ نه، هیچ سندی در این باره نیست، چون شاید کرده باشه، ولی در اون زمان مصدق شخصیت برجسته‌ای بود، ولی شاید در اون زمینه داوری‌های شخصی هم داشته، ولی هیچ نشانی از اینکه کسروی مصدق درباره کسروی داوری مثبت یا منفی کرده باشه در دست نیست. بسیار خوب، خواهش می‌کنم بفرمایید درباره جامعه مدنی در واقع. حالا منظورم این است که بخش‌های بله غیر دولتی. اینو هم اضافه کنم که پیش از دوران زمامداری مصدق، در دوران رزمارا بسیاری از هواداران کسروی را از اداره ها بیرون کردند و این کار در دوران مصدق انجام نشد. اما برگردم به مسئله سکوت نخبگان جامعه ایران. در نخستین حمله‌ای که به کسروی شد برای کشتن او از سوی نواب صفوی که با تپانچه بود، دو گلوله هم به پشت او خورد، شهربانی پرونده باز کرد و در پرونده گفته شد که تپانچه رو خود کسروی از ایشان گرفته و به خودش تیر زده، یعنی به پشت خودش تیر زده. جامعه هم کاملا سکوت کرد، جز دو روزنامه در اون هنگام، رهبر، روزنامه توادار حزب توده و روزنامه ایران، در این باره هیچ چیزی ننوشتند. و سپس هنگامی که کسروی کشته شد، نه تنها جامعه مدنی و جامعه دولتی در این زمینه سکوت کرد، بلکه به گفته یا بر پایه خاطرات یکی از اسکندری، ایرج اسکندری که عضو کابینه قوام بود، میگوید که آقای قوام السلطنه نامه‌ای رو نشان داد، همون نامه‌ای که شما اشاره کردید از سوی روحانیان برای آزادی کشندگان کسروی، و آقای هجیر، کسی که 4 سال دیرتر به دست یکی از همین برادران امامی کشته شد، در جلسه هیئت وزیران، آدم درس خوانده و اروپا دیده و فکولی، گفته است که کشتن کسروی قتل و جنایت به شمار نمی آید، ایشان محدود و دم بوده. این پاسخ جامعه ایران بود. حتی نخستین کنگره نویسندگان ایران که 6 ماه پس از کشتن کسروی در تهران تشکیل شد و بسیاری از کسانی که در اونجا شرکت داشتند سمپات به حزب توده بودند یا چپ بودند یا آدم‌های بر روی هوادار اندیشه‌های مدرن به شمار می‌آمدند به حساب اون زمان، حتی 1 دقیقه سکوت هم برای کسروی اعلام نکردند. اینا من نمی‌دونم از ترس بوده یا اینکه اعتقاد داشتن. و این می‌خوام بس کنم، دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، بس کنم به این سوال کلیدی باز که نواب صفوی رو چرا اعدام کردن، با توجه به اینکه قبلش خیلی نرم با اینا حکومت برخورد می‌کرد. نه تنها نرم، بلکه نواب صفوی پس از کودتای 28 مرداد با گذرنامه‌ای که از دولت آقای زاهدی گرفت، راهی کنگره معتمر اسلامی شد و پیکره های اون که در فرودگاه مهرآباد بازگشته از بغداد و مورد استقبال افسران قرار گرفته و تحت الحمایه رفته به با پشتیبانی اونها به منزلش، موجود هست. من در کتابم اینها رو منتشر کردم. تاریخ مصرف نواب صفوی تمام شده بود.
یعنی در اون زمان کارشون رو انجام داده بودند و باید به این جریان پایان داده میشد. موی دماغ حکومت شده بودند در حالی که آزاد در دورانی میزیستند. ماجرای علا هم ماجرایی است که شاید در یه برنامه دیگری اشاره کنیم. بیشتر برای ردگم کردن بود، چون میخواستند پیمان بغداد رو ببندند و باید یک موضوع ایجاد میکردند که مسئله رو منحرف کنه و دو کار کردند، یکی جنجال علیه بهائیان بود و دیگری این به اصطلاح کوشش نافرجام برای کشتن علا، که معلوم نیست اصلا این کوشش جدی بوده باشد. اسنادی هم در این باره وجود داره که بر روی جای گفتگوش در این برنامه نیست. اما بازگردم به نکته‌ای که اشاره کردی، چرا جامعه مدنی، چرا جامعه روشنفکری و چرا دولتیان سکوت کردند؟ مقدار زیادی برمیگردد به کرنشی که این جامعه در برابر ارباب دین میکرد و انقلاب 57 رو به دنبال داشت. کرنشی که در مقابل این نوع اندیشه ها در آستانه انقلاب 57 و در جریان انقلاب 57 دیدیم و هنوز هم میبینیم، امتیازی بود که به اینها میدادند و در این حال از کسروی خوشنود نبودند که با بزرگان فرهنگ ایران در افتاده و این است که شاید میترسیدند و شاید هم درجه از حسادت نسبت به شخصیت کسروی و نبوغ او در میان نخبگان ایرانی وجود می داشت. این رو در پایان بگویم که کسروی در 55 سالگی کشته شد و همه کارهای با ارزش این انسان در 25 سال پایانی زندگیش انجام گرفت. اگر کسروی فرصت می یافت و 20 سال دیگر هم می توانست به طور طبیعی زندگی بکند، چه بسا خدمت‌های بسیار بیشتری به جامعه ایران می‌کرد و چه بسا هم در بررسی پاره ای از اندیشه‌هایی که می‌داشت، انسان‌ها با نقد به اونها می‌توانستند به خود کسروی هم یاری برسانند. درود بر شما. ممنونم از آقای محمد امینی، پژوهشگر نویسنده کتاب‌های متعدد درباره تاریخ معاصر ایران. روزتون بخیر در کالیفرنیا آقای امینی. سپاسگزارم، مهر شما است. بریم پرده آخر. برای چی باش رفت آمد میکنی؟ آقا اسلام گفته مهربانی، مهربانی کردن با میدون به دشمن دادن دوتاست. اگر کسی بداند فلان مغازه‌دار بهائیه، حرامه بره از این جنس بخره. این منکر امامته، این منکر آیات قرآنه، این منکر حجت ابن الحسنه. تو با دشمن علنی امام زمان میری معامله میکنی چیکار؟ آقا ما کاری با این حرفا نداریم، کاری با این حرفا نداریم. یعنی چی؟ این صریح قرآنه. و بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا. بین ما و شما یک کینه و دشمنی همیشگیست. تاکی حتی تؤمنو بالله وحده، نگنی که مثل ما بشید. شب و روزگار خوش.